هیچ انسانی تا کنون شبیه به دیگری به دنیا نیامده. حتی شبیه ترین دغلهای جهان هم که از نظر ظاهر و ژنتیک و ذاتی شباهت‌های دقیق و یکسان دارند، شبیه به هم نیستن. به راستی جهان فراوان رنگ دارد، اما همه چیز، همه ما، همه و همه فقط در یک نقطه شبیه هم هستیم، در بخشنده و مهربان ترین خدا. به نام خداوند بخشنده مهربان. ولوله نجیب گنجشکا، حضور گرم و مهربون خورشید، دلشوره ماهیا توی حوض و رقصیدن زلف درختای بید. هوا دوباره روشن و زلاله، شکوفه میزنن گلای قالی. آینه رو نگاه که خیره مونده به سیب سرخ و کاسه سفالی. یه روزایی واسه همه عزیزن، یه روزایی که حال دنیا خوبه، یه روزایی که خنده میرسه تا غم در خونه هامونو نکوبه. تموم آدمای اهل امید، تموم آدمای اهل دنیا به حسای قشنگشون میگن عشق، به روزای قشنگشون میگن عید. آقای درخشان، توی روستا زندگی میکنی؟ بله جانم. اسم روستاتون چیه؟ ساله کوتا. و اسم کامل شما چیه؟ مهران سلیم. مهران 25 سال اسم شما. بله. بعد بخدا عضو جمعیت داوطلبان هلال هستی نه؟ بله. چند ساله؟ من 3390 وارد شدم. 3390؟ بله. عضو واحد جوانان شدم بعد از که 18 سالم تموم شد. یعنی سنت خیلی کم بوده. آره، من 13 سالم بوده که وارد واحد جوانان شدم. هلال عمر از رنج 3 سالگی برای هر فردی برنامه ریزی میکنه تا سنهای بالاتر 60 ساله. شما خودت هم که بختیاری هستی؟ بله، من بختیاری هستم، ساکن استان چهارمال بختیاری، شهرستان شهر. از روستاتون تا کوهرنگ چقدر راهه؟ 3 ساعت و نیم. با ماشین راهه؟ با مینیبوس. بله. بعد مسیر بسته هم میشه؟ بله، الان دیگه بسته، همونان همون جاده بسته. برفه یعنی؟ برفه. بله. دوازده تا روسا الان جادهشون بسته، چون کنن مال اصان چارمال هم، ولی الان دیگه جادهشون بسته، برفی اومد. اونم از این طرف دو باره حقوق میکنم. بعد از کجا رفت آمد میکنید وقتی بسته میشه؟ علی گوی در اصان لرستان. آها، یعنی چقدر طرف بزنوی؟ طرف یه 7 ساعت 8 ساعته. اینجا خیلی دوره. بله، جادهش طولانی تره. بله، گلمون زیاد دورتره ولی بازه دیگه. ولی باز. بله بله بازه. الان چطوری تا تهران اومدید؟ قدم به چه شما گذاشتید؟ نه قربون شما، ما الان مینیبوس اومده خویه، از همین طرف حسان لرستان اومده رفته خویه. بعد برگشتنی ما با اون طرز تور رو هم یه 2 ساعت گیر کردیم توی گل و هر بازار مکاوا تا مینیبوس رو در آوردیم تا اومدیم. مهران، تو اون یگانی که فعالیت میکنید وظیفتون چیه؟ وظیفه ما اونجا، ما به عنوان نیروهایی که دوره دیدیم و تخصصی تر هستیم نسبت به نیروها، موقعی که همچین عملیات های اتفاق میفته ما به همراه خلبان و کمک خلبان با بالگرد به سوی الان اون محله حادثه میشیم، اعزام میشیم و طبق تخصصی که داریم کمک امداد رسانی میکنیم. خانه‌دار هستید خانم درخشان؟ تو خونه کار. تو روستاتون چقدر جمعیت داره؟ تقریبا ما 90 تا خونه داریم آقای. 90 تا خونه. بله بله. خانم درخشان نون هم می‌پزید تو خونه یا نه؟ بله نون می‌پزیم. آره، نون می‌پزیم. تنور دارید؟ نه، وا تو وا چو. آها، این چیزایی که اینجوری برکنن اونا اینجوری میچرخن. بله بله. یه نون نازکی هم میده. درست میگم؟ بله جان. یعنی ما گاز و برق و چی که نداریم که با تنور. اسم نونتون نون خاصیه؟ وراوده. وراوده پتیره. شغل شریفتون چیه های درخشان؟ ما هستید 10 تا برز داریم، همین 10 تا برز. نظمی کشاورزی داریم، خدا گواهی. 11 تا خانواده جمعیتمونه،
10 تا بوز داریم. 12 نفریم، سر یک خلی 12 متری داریم زندگی کنیم. از اقوام بخوام درخصو کسی تو روستاتون زندگی میکنه؟ آره خیلی هم کلا ما اقوام نه مثلا خواهری؟ آره خواهرم هم یکسو همچو به تیخون زندگی کنه، یکسو همچو اسفان، یکشون پیش خودتون یکشون اسفان؟ آره یکسو اسفان یکسو هم پیش خواهم همچو. شما های درخشون کسی از اقوامتون روستا زندگی میکنه؟ بله ما کل فامیل هم برادر پدر مادر؟ نه من پدر و مادرم، پدرم که خودم یه سال بودم رحمت خدا رب جمعی رفتگان، ولی مادرم یکی نارب و مورد اسفان، یکی از برادرام اسفانه، ولی خونه که برادرام. چیزی که تو خبرگزاری اومد اسمش نوزاد برفی بود، درسته؟ بله کودک برفی. کودک برفی. کودک برفی یا نوزاد، حالا ما میخوایم ما نوزاد برفی رو انتخاب میکنیم. بچه تحریری گذاشتی به اتفاق. چه تاریخ بوده؟ چه فصلی بود؟ 3 اسفند. اوج برف و سرما، اونم اون منطقه خیلی سرده نه؟ بله 3 اسفند 1401 بود که ما طی اون سال 1401 بارشامون از دیما، اواخر دیما دیگه شروع شده بود و این بارش طی 20 سال گذشته بی سابقه بود توی استان چهارمحال بختیاری. چرا؟ چون 40 تا از روستاهای شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال بختیاری زیر برف محفوظ شده بود. خانم درخشان 22 سال زندگی مشترک دارید. نه. گله هم کردی؟ نه زست راضی هم، راضی هم به رضا خدا، راضی به رضای خدا. آقای درخشان از زندگی تو راضی این؟ شکر چه کار کنم، اگر راضی نباشم چه کار کنم؟ از خانم درخشان راضی هستی؟ راضی قلب من دوشش دارم، چون این بچه ها رو این یهداری با این بچه ها دیگه با این هم اگه اینجا یاد بگیریم زوجای جوون. یه جوری آقای درخشان گفت اندازه قلبم دوستش دارم که واقعا باری کردم. خب باید نوتا بچه بزرگ کردن فامیل هستی دایی درخشان؟ دختر عموم هم. راست میگن عقد دخترم و پسرم تو آسمون بسته شده؟ آره اینو که همون قدیم ها گفتن. بله خیلی پیچید توی خبرها این ماجرای به قول شما کودک برفی یا نوزاد برفی و اون مسئله نجاتش و اینها. آره هم تو خبرهای رسمی هم خبرهای مجازی. فرزند اولتون های درخشان چه سالی به دنیا اومدن؟ یادتونه؟ 17 سالشه. نمیشه چه سالی میشه نظر شما؟ خانم درخشان یادتونه چه سالی به دنیا اومدن فرزند اولتون؟ نه. یادتون نیست؟ الان 17 سالشه. بله الان 17 سالشه. بله. آقا پسرن دیگه. بله. گفتید علی اکبر اسمش؟ نه مجید. آقا مجید. بله. چیکار میکنه؟ درس خونه. توی روستا امکان درس خوندن هست؟ مدرسه تو شبان روزی کورنگ الان داره درس خونه، امسال امسال آخرشه. آها باید بره شبان روزی درس بخونه. تو روستا ندارید مدرسه؟ نه مدرسه نداریم. ما دخترام اون منطقه کنن تحت تاثیر، ما الان خودم دخترها بزرگم دو تایشون تاشیشون علی دیگه تحت تاثیر، معلم برامون نمیاد. بابه شیر دا تو پای داره بابه مرلا گله داره. بعد از آقا مجید دختر خانمتون هستن؟ بله ریحانه. ریحانه بعض ریحانه هم زینب. زینب خانم چند سالشونه؟ زینب دو سال زیادی فاصله داره، میشه مثلا 13 سالشه 12 13 سالشه. بله بله دیگه درس نمیخونه؟ دیگه درس نمیخونه. علی اکبر هم پشت سر زینب و پشت سر علی اکبر هم کلاس پنجم. دیگه 5 تا دختر. 5 تا دختر؟ بله. بعد زینب خانم؟ بله. با زینب خانم دیگه؟ بله با زینب. خب. نه بیز زینب خانم. با زینب خانم 6 تا دختر خانم؟ 7 تا دادن و ریان و زینب 7 تا بودن دختر. 7 تا دختر خانم. بله. دو تا آقا پسر؟ بله. آقای درخشان دختر کوچولو اسمش چیه؟ النا. النا خانم؟ بله. چه سالی به دنیا اومده؟ سال پارسال همین موقع. یه سال 401 یک می. بله بله. تو زمستون؟ تو زمستون. گفتن که از دیما ما بارشامون شروع شده بود. ما یک ماه به خاطری که حالا از راه زمینی ما دسترسی نداشتیم، خیلی مثلا افرادهای خیلی مریضای بدحال داشتیم، خیلی مادرهای باردار داشت و خیلی گرفتار در برف داشت. مسیر صعب العبور بود. صعب العبور بودن. بعضی از روستاها هم دیگه نمیتونستن حتی از در بیان بیرون. فیلماش هم موجوده. فیلماش هم موقع میمدن بیرون از حالا هوایی که تصویر برداری میکردن معلوم بود که ما دیگه حالا چه ارگان هلال احمر استان چهارمحال بختیاری و بقیه ارگان های امدادرسان دست به دست هم داده بودن و امدادرسانی میکردن، چه راهداری چه هلال احمر، تا رسید به 3 اسفند. ما روز قبلش یه دونه عملیات هوایی داشتیم تا
دوباره امداد رسانی کرده بودیم، حالا اقلام غذایی، گرمایشی، پتو، ما امداد رسانی کرده بودیم. برگشتیم روز 3 اسفند بود، ساعت 3:25 دقیقه. مهران با هلیکوپتر این کار بکنی، چرخبال این کار بکنی؟ بله. من که گفتم کو بودم زمانی که اومدم خونه، گفتم به مادرتون، گفتم مادرتون با بالگرد بردن که شهر کن. چرا با بالگرد؟ چون که فشارم خیلی بالا، چون فشارم خیلی بالا بیگرد. با آمبولانس به روستا خوما آوردن، ما خویه ز خویه با کجا اطلاع، چجوری اطلاع دادین که فشارتون بالاست بیان کمک کنید؟ همچون یه خانم بهورز خومو داریم روستا خوما، یه بهورزی هم به خویه. بهورزتون به بهورز خویه گفته بود؟ بله بله، بهورز ما به بهورز خویه گفت، بهورز خویه ما آمبولانس آورد. او فشار از گردن دیزاین آمبولانس اومد تو پلیتون؟ آها آمبولانس خویه او بده خومو سر سالکوتا، سر سالکوتا و آمبولانس آوردین به خویه، با خویه دی و هلیکوپتر آوردین سی شهر کرد. احساس برقرده. خانم میرزایی سلام. سلام، وقتتون بخیر. وقت شما بخیر. الان که چیزی به سال نو نمونده، مثل که باز منطقه شما هوا بورانی و سرد و بارانی و این داستان هاست، شرط تقریبا مثل شرط قصه ای که گفته شد. درسته. برای سوفرنگ یه چیز طبیعی و ما هر موقع در حال آماده باش هستیم، تقریبا از دیروز در حال آماده باشیم تمام مادرهایی که حالا تایم فریمانشون نزدیک هست رو از منطقه خارج بکنیم، تا حالا توی این سه چهار روزی که هوا بارونیه و احتمال زیاد راه ها دوباره بسته میشن و حالا مشکل تردد داریم، مادری رو نداشته باشیم که حالا توی منطقه باشه و نتونیم اون خدمات و امکانات کافی رو در اختیارشون قرار بدیم. واقعا این برفی که پارسال، یعنی بارش سنگینی که پارسال اتفاق افتاد اونجا، من حالا مستندایی که از رامین تو گوشیش به من نشون داد 40 تا واقعی بود، 40 تا روستایی که مدفون شده بود و فکر می‌کنم امداد رسانی 40 تا روستا خیلی مدفون که میگیم داریم شما خبرنگار اینجوری بزرگنمایی می‌کنید. آره این مدفون ها یعنی چی؟ ارتفاع بارش خب خیلی زیاد، یعنی آدم‌ها زنده بودن ولی بله. زیر برف حتی در حیاط نمی‌تونستن باز کنن. بعد ما دیگه سطح پارش ها اومده بود یکم پایین تر، یه چند روزی بود که بارش نداشتیم و داشتیم امداد رسانی هر روزمون انجام میدادیم. ساعت 3:30 بیور، حالا به قول خود خلبان ها میگن سانست، یعنی دیگه بالگرد نمیتونه بپره. ساعت 15:25 دقیقه از یه اعلام حادثه کرده بودن از مرکز اورژانس مبنی بر وخامت یه خانم، حالا خانم باردار. چه ساعتی بگوشیم؟ ساعت 15:25 دقیقه عصر. بعد به مرکز ایوسی هلال احمر اعلام شد که مرکز چی؟ مرکز ایوسی هلال احمر چی ها؟ اپراتور همون 112 شماره اضطراری، تا 112 که تماس میگیرین میشه مرکز کنترل هماهنگی عملیات در حوادث. اورژانس با مرکز ما هماهنگ شده بود، اعلام کرده بود همچین حادثه ای رو. یه خانم باردار بابا توی روستایی که پر از برفه و امکان امداد رسانی نیست. سرقا سید، خویه و سالکوتا، اون بهش میگن منطقه موگویی، خانم مال سال کوتاه بوده ولی نشیمنگاه و اون پد بالگردمون در خویه بوده. چقدر فاصله اون روستا به خاطر با اون دره‌ها و صخره‌ای بودن و کوهستانی بودن منطقه، ما پد بالگردمون توی خویه بوده که میتونسته بشینه. خانم از جای دیگه انتقال، از اون روستا بعد انتقال میدادن به جایی که بالگرد میتونسته. اینو سرکار خانم میرزایی زحمت کشیدن، مامای خویه بوده. این حالا اطلاعات آماریشو داشته، موقعی که اعزام میشه به سمت اون خانم، اون اقدامات اولیه رو انجام میده برای خانم، بعد میارش به سمت خویه، از سال کوتا میارش به خویه. آره. وضعیت اورژانسیشون چی بودش که شما این تصمیم گرفتید؟ دیماه سال قبل مادر افزایش فشار خون داشتن، فشار خون مادر به یک بار افزایش پیدا کرده بود و افزایش ناگهانی وزن مادر رو داشتن. مداخله ما برای ارجاع مادر و حتی اعزام مادر، نتونستیم مادر رو راضی به اعزام و یا حالا حتی ارجاع هم بکنیم و مادر تا زمان زایمان توی منطقه ما باقی موند و تنها کاری که تونستیم براشون بکنیم بود که ما هر هفته و هر دو سه روز یک بار مادر رو رصد کنیم، مادر رو حالا فشارش و وزنش رو اندازه بگیریم. Thank you.
نگفتید سوار نمیشم؟ آره گفتم بچه ها نلمونی رو دلم نیه ولیم سورم من اصلا ولی خودی مجبورم تیر نوردم. نگران بچه ها بودین؟ بله نگران بچه ها بود. خب بعد هلیکوپتر اومد و؟ آره بعد هلیکوپتر اومدی تنها بودین بعد؟ بچه ها رو کیش کم نبردین که؟ نه هیچ کس بچه ها نوردم. بعد شما چی کار میکردین وسط این امداد رسانی و اتفاقات؟ ما چون خلبانایی که دیگه کار خلبانیشون انجام میدن سه تا الی چهار نفر نیروهای تخصصی که دور دیدن همراه با بالگرد اعزام میشن به محل حادثه که بتونن امداد رسانی رو بهتر و دقیقتر انجام بدن. و نیازی نیست هیچ خانومی هم همراهتون باشه در چنین اوقاتی؟ نه خانوم الان اکثرا برای همچین خانوم برای با خانمای باردار ماما به همراه ما میاد. ماما یا خود اورژانس با ما میده یا همون مامای خود منطقه میتونه باشه. این بار مامای خود منطقه بوده بود. دیگه مامه مامای خود خویه اونجا بوده اقدامات اولیه رو انجام داده بود. یعنی سرکار خانم فاطمه میرزایی. خانم فاطمه میرزایی بله. خانم میرزایی کیه؟ خانم میرزایی بهورز خویه. بهورز خویه خدا خیرش بده چقدر زحمت. آره خدا خیرش بده. نبود این حالا یه متر خاک روش بود. هم خانم میرزایی اینا هم خانم میرزایی هم خانمی که ده خمونه من بهداشت خمون الان من بهداشت خمونه همو با کمکی و با کمک خانم میرزایی من رساندن شهر کرد. ای خانم نه این شاید الان ما زنده نبیم. اون کار اقدامات اولیه‌ش انجام داده بوده بعد دیگه به ما اعلام کرده بوده. بعد که ما دیگه در حین پرواز بودیم که داشتیم میرفتیم به سمت خویه که بشینیم خانمو بیاریم دوتا حادثه دیگه به ما اعلام شد در حین پروازی که ما داشتیم. دوتا حادثه دیگه بله یک حادثه سقوط از ارتفاعی بوده که اون یه بند پیرمردی بوده مال سراغ سید بوده خانمی هم بوده که مثل که سکته کرده بود. یعنی دو تا مورد سوم میشه. آره سه تا مورد ما داشتیم. یه خانمی که سکته کرده بود یا آقایی که سقوط کرده از ارتفاع کرده بود. بله. و اون خانم بارداره بوده که ما دیگه اول نشستمون در خویه بوده. خب اینجا نگاه دار اون لحظه در نهایت پس به شما گفتن که باید بریم پیش اون خانم باردار. ما اولویتمون اصلا خبر اولمون خانم بارداره بوده. در حین مسیر دو تا گزارش دیگه به ما اعلام شد که ما رفتیم خانم بارده را سوار کردیم بعد رفتیم سراغ سید اون خانم و اون آقا را هم سوار کردیم نسبه اون تریاج بر اون چون که مرکز درمانی در سراغ پس هیچ کدوم کنسل نشدن سه تا را انجام دادن تصویرش وجود داره دیگه که همزمان آره جا رفتین اصفهان بردن یا؟ نه او شهرکرد بعد شهرکرد باید شهرکرد بردن تو؟ نه شهرکرد هم با ماشه هم مونه داداشون به اصفهان اومدین اصفهان؟ بله به اصفهان الانای بودون و اون نوزاد برفی هم به واسطه همین برف حجم برف و اینا بود بله. که اسمش شد نوزاد برفی یا کودک برفی؟ بله چون اون شرایطش خیلی خاصتر بوده و تو این محدوده بوده این ریسک پذیری خلبان ما بوده و یه معجزه بوده در است که این کودک الان زنده است در کنار خانواده شه به اون حالت دیدینش دیدن؟ بله دیدمش تازگی دیدینش؟ بله اسمش چیه؟ النا خانم النا اسمش هم خودم فکر کنم تا این چیزی که من شنیدم اسمش خود ماما هم گذاشته مامای خویه اسم دختره رو گذاشته النا النا نور نورانی روشنایی بعد توی بیمارستان گفتید فرزند چندمتونه؟ آره پرسیدم گفت فرزند چندمتو گفتم نه چقدر ذوق کردن پرستارا و دکترها نه؟
اولین بار که من زایمان رو دیدم که همون لحظه چند تا از همکلاسیام هم قش کردن افتادن، من اصلا انگار یک معجزه خیلی بزرگ رو دیده بودم. اصلا باورم نمیشد یه موجودی از بدن یه موجود دیگه بیرون بیاد گریه کنه. چهار روز بیمارستان بیم و از دیم مرخص اون چهار روز بیمارستان بودیم؟ بله، چهار روز بسته. الینا که پیشتون بود که؟ هر الینا پیشم بود. چقدر خوشحال بودید مامان الینا رو دیدید؟ آره خیلی هم خوشحال بودیم. الینا که سالان بیدی خیلی خوشحال بودیم. با این همه سختی که آره با این همه سختی کشیم گفت خدایا شکر که بازم الینا سالم. وقتی به دنیا اومد آوردن پلی شما ببینینش؟ بله وقتی که به دنیا دید. اونجا اسم مشخص کرده بودی براش؟ نه اسم مشخص هم نکرم. من گفتم تا بینم بابا است باش استو که خانم میرزایی زنجه که خانم درش خانم دوست دارم اسم اسمی الینا. من گفتم باش دی بابا است هم قبول کرد که باش. شما پذیرفتین آیدارم؟ بله. یه روح پاک وقتی که وارد این دنیا میشه اول دستای من داره اون انرژی رو میگیره و لمس میکنه و واقعا اون حس رو تو اتاق زایمان میگیرم. به نظر من اتاق زایمان مقدس. کی متوجه شدین فرزند تو به دنیا اومده صحیح و سالمه؟ همون روزی که با هلیکوپتر اومده شب زنگ زدم بهم گفتن گفتن دختر گیر تو من. چیکار کردین؟ گفتم خدای شکر. به بچه‌ها گفتین؟ آره. به دوتاشون گریه کرده دخترها از خوشحالی؟ نه اینو نوعی میگه داداشی بخواستیم دوتاشون دخترها بزرگت گریه کردن بود باید پسر بود. گفتم نه این دخترها بهتر. الینا رو کی دیدین شما آقای درخشان؟ بعد ده روز که اومد. کی از آن آقا ما گفته بوشش آقای درخشان؟ آه صدای الینا خانم هم داره میاد. آره بودن شد صدای داداشیم هم چه بید با خانم مثلا داداشتون گفت از آن آقا تو بوشش؟ پیشش بود. انرژی اون لحظه رو واقعا حس میکنم که این یک معجزه از تولد و جوانه زدن. انگار که خدا میخواد به ما ثابت کنه که هنوز من به شماها امید دارم. الان این کوچیکه از همه شیرین تره آقای درخشان نه؟ خیلی خیلی. خب الحمدلله دیگه به سلامتی رفتید و آره به سلامتی رفتید. دختر خانوم آخری هم به دنیا اومد. بله دیگه شکر. بذارید من بیارم این نازنین رو. بیا آقای قاسم بدش به من. به 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 ماشالله 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 چقدر نانازه جان. اینم مامان اینم مامان مامان جان بفهمه ببینم با کی بغل کی راحت تره بره. جان بابا ماشالله 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 چه دختر قشنگی ماشالله. آغوش مادر اینقدر آرامش داره که هر گریه‌ای هر اشک فرزندی رو بند میاره. واقعا واقعا قدردان این نعمت باشیم. این مادر مهربان به این سختی این فرشته رو خدا بهتون داده. به نظرم الینا دختر ایرانه. چقدر مادر براش زحمت کشیده و چقدر آقای درخشان میگه انزه همه بچه هم دوستش دارم. آقا مجید اومده بعد به 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 ایشون اسمشون چیه؟ فاطمه خانم خوش اومدید. وای چه فرشته هایی. ایشون اسمشون چیه؟ زهرا. زهرا خانم شما بیا اینجا. آقای لیک به کلا چندومی؟ پنجم؟ از خواب بیدار شده آخه. سلام علیکم اسمتون چیه؟ سرید راست. اسمتون چیه؟ زینب. زینب خانم زینب خانم بیا اینجا ورده صندلی بیا بچون کار بیا بید بید اینجا اینجا من ورده چار کنیم برای مجید بفرمایید. چون شما خواهر بزرگتری صندلی بیا بفرمایید.
یکی اینجا از اینجا بشه بیا رو اینجا در نزید وا ایشون اسمشون چیه؟ انانه انانه خانوم به به بدینش با پدرش سلام علیکم شما اسمتون چیه؟ ریحانه خانوم خواهرتون چیه؟ هانیه بچه های تصویر کجا بذارم بهتر به نظرتون؟ اینجا بذارم خوبه؟ بفرم بیا دخترم اینجا بشه بفرم خب الان همه هستن به جز آقا مجید آقا مجید کو؟ آقا مجید میان؟ آره؟ خب آقا مجید آقا مجید خوش اومدید چطوری؟ بفرم عقب نه بیا جلو آقا مجید من ببین اون که خواب آقای درخشان شاید درک و فهم این جمله برای یکی مثل من سخت باشه اما من به نظرم این یک معنای خوشبختیه این همه فرزند زیبا و دوست داشتنی کنار یه خانواده شکرگزار و زحمتکش به نظر من یک تصویر زیبا و دیدنیه که هر کسی نمیتونه ببینه به نظر من باید به قول سهراب چشمهاشو بشوره این یعنی ایران این یعنی زندگی این یعنی حضور شما عرض کنم که حیات این یعنی زیبایی به نظر من خدا انشالله زیادتون کنه یعنی معناش همه خدا نگهدارتون باشه امید که در این سال تولد دوباره من هم باشد و توکل کنم به راستی و صبر کردن را به معنای واقعی تجربه کنم. خانم قاسمی برای ما گل بابونه آوردن. چیه؟ نماد چیه خانم واسه؟ قابلی نداره خواهش میکنم، محبت کرده خواهش میکنم این گل نماد عشق، صبر، وفاداری و سادگی هست که نمادهایی هستش که در شخصیت یک ماما باید وجود داشته باشه خیلی لطف کردی خواهش میکنم اسمتون رو کی انتخاب کرده؟ اسم من نیلوفر هست و زمانی که مادرم داشتن منو به دنیا میآوردن در بیمارستان اکبرآبادی همین که حوالی شوش و مولویه بله اون موقع فکر میکنم تنها زایشگاه تهران بوده بله مامایی که در واقع منو داشتن به دنیا می آوردن اسمشون نیلوفر بوده و چون خیلی خوش اخلاق و مهربون بودن با مادرم و حس خوبی بهشون داشتن همون لحظه تولد من تصمیم میگیرن که اسم من رو هم بذارن نیلوفر خیلی هم عالی به اون بیمارستان سر زدید بازم دوره دانشجویی رفتم یکی دو بار در حین کار اعزام داشتیم باردار رو می‌خواستیم اونجا اعزام بکنیم که رفتم بله ولی کار نکردم تو محیط بیمارستان که خوب خیلی. شد که به دوره دانشجوییتون اشاره کردید. چی شد ماما شدید؟ والا من در واقع در اثر یک اشتباه ماما شدم. توی انتخاب رشته. من برادرم برام انتخاب رشته کردن و کد دندان پزشکی و کد مامایی خیلی به هم نزدیک بود. 526 و 528. قشنگ یادمه. که اشتباهی مامایی کاردانی رفسنجان رو انتخاب کرده بودن. و من چون بله من چون بچه مستعدی بودم درس خون بودم همیشه جزء شاگرد اولا بودم دلم میخواست که حالا یا پزشکی یا دندان پزشکی قبول بشم و اشتباها مامایی کاردانی قبول شدم خب خیلی ناراحت بودم و بیمیل بودید بهش؟ بیمیل بودم دو روز گریه میکردم استرس داشتم گفتم که شغل سختیه مسئولیت سنگینی داره جون دو نفر در آن واحد آشنایی هم داشتید با این شغل؟ در حد اینکه بیشتر همون زایمان همین چیزی که هممون شنیدیم همینقدر آشنایی داشتم دقیقاً چون هیچ وقتش فکر نکرده بودم درسته. با اینکه مادرم دوست داشتن من ماما بشم مادرم به خاطر اینکه اون مامایی که به دنیا آورده بود انقدر حس خوبی بهشون داشتن انگار که مثلا آرزوی مادرم برآورده شد یه جورایی انگار همه جهان داره میچرخه که آرزوی مادر برآورده بشه واقعا یه معجزه است و
اون موقع اینطوری بود که اگه ما نمی‌رفتیم اون رشته‌ای که قبول شدیم 2 سال محروم می‌شدیم از بعد 2 سال ما می‌سادید پشت کنکور و دوباره امتحان می‌دادید. بله. یه سال یا 2 سال بود یادم نیست ولی من گفتم که دوست ندارم این مدت هدر بره. با خودم گفتم حالا 2 سال دیگه میرم می‌خونم مدرکمو می‌گیرم نهایتش دوباره کنکور میدم یه رشته دیگه قبول میشم. خیلی سخت بود. خیلی سخت بود. بعد پدرم هم 4 سال بود فوت کرده بودن. خدا رحمتش شما رو بیامرزه. و خلاصه سخت بود برام این کار. ولی انجام دادم و اولین زایمانی که دیدم، اولین بار که شاهد زایمان طبیعی بودم و تو دوره دانشجویی. تو همون دوره دانشجویی ما چون کاردان بودیم، بله. 4 ترم بود در واقع اون دورمون و خیلی سریع کار زایمان رو یاد می‌گرفتیم. تو همون دوره کاردانی کاملا کار زایمان طبیعی رو ما یاد گرفتیم با بهترین اساتید که پروازی بودن از تهران می اومدن رفسنجان. یکی از بهترین اساتیدم آقای دکتر ستاریان بودن که متخصص زنان بودن و واقعا هیچ وقت فراموششون نمی کنم. هر چی که بلدم از ایشون یاد گرفتم تو اون دوره، واقعا همیشه دعاشون می کنم. دکتر با ماما فرق میکنه؟ ماما 4 سال الان چون دیگه کاردان مامایی نمیگیرن، از همون ابتدا کارشناس مامایی میگیرن، 4 سال تدریس در واقع درس میخونن توی دانشگاه به صورت تخصصی روی کنترل دوران بارداری، مشاوره های زنان و زایمان طبیعی. درست. صرفا توی این زمینه تحصیل میکنن ولی متخصصین محترم زنان ابتدا پزشک عمومی هستن، مدرک پزشک عمومیشون رو میگیرن، بعد دوره تخصص رو میگذرونن و میشن جراح زنان. به ماما قبلا هم میگفتن قابله. ماما بعد چون میاد از این اصطلاح؟ من که بدم نمیاد. آره چون ماها اینکه... اینجوری شنیده بود دیگه. خب هر شغلی قدیم یه اسم دیگه ای داشته دیگه. حالا مامایی هم در واقع ماماهایی که اون زمان کار زایمان رو انجام میدادن به اسم قابله معروف بودن و قابله یعنی کسی که مورد قبول دیگران بوده، قابل بوده و خیلی معنی خوبی داره. خیلی قابل احترامه. بله ماماها همیشه تو همه فرهنگا قابل احترام بودن، اصلا یه جورایی تقدس داشتن بین مردم. وقتی که زایمانی رو انجام میدادن براشون هدایا می آوردن، حتی از قربونی که برای اون بچه انجام میدادن یه قسمتش رو به عنوان هدیه به اون ماما تقدیم میکردن و هنوز هم توی در واقع حتی دین خود ما هم این هستش، هنوز هم بعضی از مراجعین من این کارو میکنن، بر من هدایا میارن. بله دیگه خوشحال کار میشن دست. و بله. محبت رو بالاخره یه جوری گوشهش میخوان جبران کنن. دقیقاً با کار دست خودشون که بهترین هدیه است برای من که میبینم یه خانومی که حالا دوران بارداریش یا دوران شیردهیش نشسته با دست خودش بر من یه چیزی درست کرده و آورده، بر من بی نهایت با ارزشه و خلاصه از این کلمه من اصلا ناراحت نمیشم و خیلی هم خوشحال میشم. گفتید اولین نوزادی که به دنیا اومد رو توی دوران دانشجوییتون دیدید. بله. چه حسی داشتید؟ اولین بار که من زایمان رو دیدم که همون لحظه چند تا از همکلاسیام هم قش کردن افتادن، من اصلا انگار یک معجزه خیلی بزرگ رو دیده بودم. اصلا باورم نمیشد یه موجودی از بدن یه موجود دیگه بیرون بیاد گریه کنه. بعد من چون از بچگی عاشق بچه‌ها بودم، یعنی عاشق بچه‌های کوچیک نوزاد بودم، بوشون رو خیلی دوست داشتم، لطافتشون و نرمیشون و عاشق کارم شدم، عاشق مامایی شدم. همون سال که فارغ التحصیل شدم بلافاصله کارشناسی قبول شدم و بعدش هم کارشناسی ارشد و فعلا کارشناس ارشد هستم تا ان شاءالله مقاطع بعدی. ان شاءالله. نه موی منتظرم بیای بابا بابا جانم بردانی خوش اومده بابا جهانتون جهان متفاوتیه. به نظر من حستونم حس متفاوتیه و هر کسی نمیتونه تجربهش کنه. اینکه کودکان زیادی رو برای اولین بار حتی قبل از اینکه مادرشون ببینشون شما دیدینشون و لمسش میکنید و تو آغوش میگیرید. تا حالا چند تا کودک رو به دنیا آوردید؟ این حسی که میفرمایید بی نظیره. یعنی واقعا خیلی ها به من میگن تو این همه کار میکنی بعضی وقتا 2 روز 3 روز نمیخوابی، این همه زحمت میکشی،
24 ساعت برای یه روزت کمه، بعضی وقت زمان کم میاری، چرا همیشه با انرژی هستی؟ چرا شادابی؟ همیشه لبخند به لبته؟ الحمدلله. و من فکر میکنم این به خاطر انرژی هست که از این بچه های پاک من میگیرم. یعنی یه روح پاک وقتی که وارد این دنیا میشه، اول دستای من داره اون انرژی رو میگیره و لمس میکنه و واقعا اون حس رو تو اتاق زایمان میگیرم. به نظر من اتاق زایمان مقدسه. بعضی وقتا همراه باردار که معمولا پدرها هستن، همسرها هستن، خدا رو شد تو این 10 سال اخیر ما اینو جا انداختیم که حتما همسر همراه خانومش باشه موقع زایمان، چون قبلا تابو بود، میگفتن آقایون اصلا وارد اتاق زایمان نشن. بله. بیرون راه میرفتن، انتظار میکشتن تا بچه به دنیا بیاد، ولی الان تو این 10 ساله ما این رو جا انداختیم خدا رو شد. البته هنوز خیلی از بیمارستان ها اجرا نمیشه که پدر حضور داشته باشه. خیلی وقتا پدرها لحظه تولد نماز میخونن، 2 رکعت نماز شکر، که یه بار من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، دیدم پدر روی زمین زایشگاه مهر رو گذاشت و بدون اینکه وسواس به خرج بده که اینجا مثلا کثیف آلوده است، شروع کرد قامت بستن و نماز خوند. اصلا همینطوری ما اشکامون همه میومد. هنوزم که هنوزه من هر زایمانی که انجام میدم چشمام پر اشک میشه و واقعا اون عظمت اون لحظه رو حس میکنم، انرژی اون لحظه رو واقعا حس میکنم که این یک معجزه از تولد و جوانه زدن، انگار که خدا میخواد به ما ثابت کنه که هنوز من به شماها امید دارم و هنوزم چشمام پر اشک میشه. بعضی وقتا خود مادر زایمان کرده و همسرش تعجب میکنن، میگن شما واقعا هنوز براتون تکراری نشده؟ بله. من حدود 10,000 تا زایمان داشتم. اگر بیمارستان های دولتی 10,000 تا؟ 10,000 تا تولد. تو چند سال؟ من از چون من کاردان مامایی بودم، از 20 سالگی زایمان رو شروع کردم، الان بیش از 20 سالی که دارم کار زایمان طبیعی انجام میدم. یعنی تقریبا تقریبا هر روز، یعنی هر روز من تقریبا دست شما به هر دنیا. روز تقریبا یه نوزاد رو به دنیا میارم و حالا اون قسمت دولتی کارم رو چون آمار مشخصی ازش ندارم اگه کنار بذاریم، تو این 10 سال اخیر که خصوصی کار کردم به قطع یقین حدود 5,000 تا تولد رو داشتم و تقریبا روزی یه نوزاد. بله. حالا بعضی روزا دو تا نوزاد، بعضی وقتا 2 تا 3 تا. اگه مثلا 2 روز نباشه یه دفعه میبینی تو یه روز 4-5 تا. بله. زایمان هست. بوده اینجوری مثلا روز 4-5 تا؟ بله بوده. خیلی جالب و خیلی زیباست به نظر. بله. من آدم عظمت خدا رو و خلق، یه خلق رو داره میبینه، اصلا چی از این بی نظیر تر؟ دقیقا. خدا خودش در واقع انسان رو اشرف مخلوقات معرفی میکنه و از فرشته‌های خودش خواسته که به انسان سجده کنن، بنابراین انسان مقام و ارزش خیلی بالایی داره و من ماما هستم که همون 9 ماهی که اون انسان داره شکل میگیره در کنار مادر هستم، هم زمانی که داره به این دنیا میاد. به نظر من همون 9 ماه خیلی مقدسه و باید خیلی ما مراقب باشیم که یک مادر روحش تأمین باشه، در آرامش باشه، آسیب نبینه. ارتباط زن و شوهر رو ما خیلی روش کار میکنیم که در اون دوران تقویت بشه. کلاس هایی که میذاریم از آقایون خواهش میکنیم که تو این کلاس ها باشن، حمایت کنن خانوماشون رو. این تفکر که خب یه خانوم وظیفه‌شه دیگه بارداری و زایمان، اینو توی آقایونی که در واقع کلاس ها رو شرکت میکنن ما کاری کردیم که این تفکر کنار زده بشه و خودشون سهیم بدونن در رشد و تربیت اون جنینی که داره شکل میگیره، ضمیر ناخودآگاهش، جسمش. یک انسان وقتی میخواد به دنیا بیاد فقط سلامت جسمیش مهم نیست. بله. قبلا میگفتن یه نفر 4 ستون بدنش سالمه ولی مثلا کار نمیکنه، ولی الان ما میگیم خب اون شخص شاید روحش مشکل داره، شاید در واقع جنبه‌های دیگه سلامتی رو نداره. یک انسان اگه بخوایم سالمه در واقع به معنای واقعی باشه، باید سلامت جسمی، روحی، عاطفی، هیجانی، اجتماعی و همه جوانبش رو در نظر بگیریم و من ماما مسئولیت سنگینی دارم که در اون دوران کمک کنم که این جنین به خوبی شکل بگیره و از جنبه های دیگه سلامت هم برخوردار باشه و روزی هم که داره به دنیا میاد
در آرامش و در یک محیط مثبت و شاد در کنار پدر و مادرش بدنیم. انشاءالله اینطوری بشه. داریم کم کم به یک تولد نزدیک میشیم. یعنی جهان داره یه تغییری میکنه و یک خلق جدید رو خدا داره به نمایش میذاره. گفتید که نماد گل بابونه صبره. یه ماما بر چی باید صبر داشته باشه؟ ببینید، من قویاً معتقدم به این قضیه که تقویم خدا دقیق ترین تقویم هاست. زمانی که یک انسان میخواد وارد این دنیا بشه و زمانی که میخواد از این دنیا بره، فقط در حیطه قدرت خداست که بدونه و تصمیم بگیره براش. و واقعاً مخالف این هستم که، یعنی نه تنها من، علم دنیا داره اینو میگه که یک انسانی که داره وارد این دنیا میشه بدون هیچ دلیل پزشکی ما بیایم و در واقع از طریق غیر طبیعی این رو به دنیا بیاریم. چرا؟ چون یک جنین حدوداً تا 42 هفته کامل هم فرصت داره در رحم مادر بمونه و تکامل پیدا کنه. سلول‌های مغزش، قلبش، ریه‌اش، اینا همه شکل بگیره. چرا میگن پس 9 ماه اینکه نزدیک 10 ماه میشه تقریبا؟ اگه بخوایم حاملگی رو به ماه بگیم، تمام 10 ماه میشه. یعنی حدود 10 ماه کامل میشه. بنابراین ما حاملگی رو به هفته بیان میکنیم که از پایان دقیق تر هستش. از پایان 37 هفته تا پایان 42 هفته ما میتونیم یه بازه زمانی بدیم که این بچه به خودی خود به دنیا بیاد. یعنی زایمان فیزیولوژیک. یعنی به نظر شما الان تصمیم گیرنده نهایی توی اینکه یه بچه به دنیا بیاد پزشک یا ماما هست یا پدر و مادر اون بچه که تعیین بکنن چه زمانی به دنیا بیاد؟ چون الان مد شده دیگه، مثلا میگن میخوایم بچه‌مون توی... یک بشه، دو دو بشه. آره، الان می‌خواستم همینو بگم. می‌خواستم بگم توی زایمان غیر طبیعی این زمان متغیره. بله. یعنی یه موقع مثلا بچه رو 2 ماه زودتر به دنیا میارن که آفرین، به یه خواسته لحظه‌ای خودشون. حالا نمی‌دونم مد، نمی‌دونم. دقیقاً. خب یه سری ها میگن که دلایل خودشون رو دارن. یه سری ها میگن دلمون می‌خواد تمیز و راحت بریم اتاق عمل، بچه رو به دنیا بیاریم و بیایم بیرون، دیگه درد نکشیم. یا استرس نکشیم که یه وقت شب و نصف شب بشه زایمان. یا مثلا برنامه سفرشون رو تنظیم میکنن با تولد یا برنامه های دیگرشون رو. ولی چیزی که هست این هستش که تصمیم گیرنده نهایی خود اون بچه هست که کی من میخوام به دنیا بیام. وقتی که برسه، من همیشه میگم وقتی برسه در میزنه، میگه من میخوام به دنیا بیام. حالا علائم زایمان در مادر شروع میشه. و یکی از قشنگی های رشته ما هم همینه و سختی های رشته ما. چون من ماما امکان داره که شب نصف شب تو مسافرت، توی مراسم عروسی یا هر جای دیگه ای به هم زنگ بزنه مراجعه کنم و بار دارم و بگه که من الان موقع تولد بچه‌مه و من باید خودم رو برسونم. یکی از دلایلی هم که مورد اعتماد خدا رو شکر مراجعینم هستم همینه که خودم رو میرسونم. یعنی سیل بیاد، زلزله بیاد، سنگ از آسمون بیاد، خودم رو میرسونم. حتی موردی بود که من جراحی کرده بودم، حتی درن داشتم توی ناحیه جراحی، تازه از اتاق عمل اومده بودم، چند ساعت بود، یکی از باردارام زایمانشون شروع شده بود، به من زنگ زدن. من گفتم که اگر اجازه بدید من یک کسالتی دارم، نمیتونم بیام. دیدم خیلی ناراحت شدن. یعنی اون ارتباط عاطفی که با ماماشون برقرار میکنن مراجعین، حتی یعنی حضور شما دلگرمشون میکنه. فقط کنارش باشی، دستش رو تو دستت بگیری، فقط نگاهش بکنی، لبخند بهش بزنی، حس خوبی بهش میدی. دیدم خیلی ناراحت شد. من با وجودی که درن داشتم، درن رو گذاشتم توی کیسه، گرفتم دستم و خودم رو رسوندم به بیمارستان. سریعا بدون اینکه بقیه پرسنل متوجه بشن یه گانو پوشیدم که اون درن بمونه زیر اون گانو. خلاصه رفتم زایمان انجام دادم. یا یک بار به همراه همسر و پسرم رفته بودیم شمال، به محض اینکه رسیدیم کنار دریا، من قشنگ فقط پامو زدم تو آب دریا، فقط در همین حد. دفعه تلفنم زنگ خورد و جواب دادم، گفتم بله، همسر یکی از مراجعین گفتن که ایشون زایمانشون شروع شده و ایشون هم خیلی وابسته بودن به اینکه حتما تو کنارم باش. دقیقاً یعنی 5 دقیقه نشد، گفتم باید برگردیم به همسرم. همسرم هم بی نهایت حمایت میکنن منو. برگشتیم تا برسیم نزدیک زایمان بود و خدا رو شکر زایمانش رو انجام داد. الحمدلله.
بالاخره بعضی شغل‌ها یه سری ویژگی داره، آدم احساس میکنه خدا اینا رو برگزیده، اینا رو انتخاب کرده و فهم میکنم مال خودشون خیلی نیستن و همین که در کنار یه خانواده‌ای هستید که اونا احساس آرامش داشته باشن، خیلی خیلی لحظه به نظر من خیلی زیباتر از اینی که آدم پاشه بذاره تو آب. بله میخوام یه چیزی رو گفتید، من به یه نتیجه‌ای رسیدم اینو اعلام کنم، اینکه نمیدونستم که این ضرر داره. بالاخره بعضی دوستان مثلا توی تاریخ خاصی فرزندشو به دنیا بیاد درست. نمیدونم بهش میگفتن زایمان لاکچری حالا بله. یا با یه ولی اینکه تاریخ لاکچری حالا به گفته شما، ولی نمیدونستم که این احتمالش از خطری برای نوزاد داشته باشه. بله. خوب شد که حالا گفت. من اینا داشتم راجع به صبر صحبت می‌کردم. بله. که شما فرمودین چرا ماما باید صبور باشه. ماما باید صبور باشه به خاطر اینکه صبر کنه تا این بچه کامل بشه، خودش تصمیم بگیره به دنیا بیاد. البته اگر مادر و نوزاد مشکلی نداشته باشن، اصطلاحاً لو ریسک باشن یا کم خطر باشن. بله. حالا اگه مشکلی باشه که خب ما هم خودمون موافق هستیم که ختم حاملگی داده بشه. و اینکه وقتی بچه به موقع خودش به دنیا میاد، بچه سالم‌تریه، زایمان خیلی راحت‌تر میشه و از همه ابعاد هوش جنین، رسیدگی قلب و ریه و مغز و اندام‌های حیاتی بچه و رشدش و تکاملش خیلی متفاوته. من یه مثال همیشه میزنم، دلم میخواد اینجا هم بزنم اون مثالو. یه بارداری به بنده مراجعه کرد، اینجا هم اینم بگم که یک بار برای همیشه به خانم باردار نگین مریض. نمیدونم دیدین یا نه، خیلی ها میگن مریض من، مریض من. خانم باردار بارداره. باردار وقتی میگیم یعنی که انرژی منفی بهش داده نمیشه که حس کنه مریضه. یه پروسه فیزیولوژیکو داره طی میکنه. حالا ما هم کنارشیم که اون دوره رو خیلی با شادی و با آرامش طی بکنه، با کلاسایی که میذاریم و حمایتایی که ازشون میکنیم. مراجعه کردم و گفتن که پزشک من چون اولی رو من سزارین شدم، دومی رو هم برای 10 آبان به من وقت سزارین دادن. من حساب کردم دیدم 10 آبان میشن 38 هفته. و ایشون خواستن که زایمان ویبک رو امتحان بکنن. گفتن من دلم میخواد ویبک کنم. ویبک یعنی کسی که یه بار یا دو بار سزارین شده، حالا میخواد این بار طبیعی زایمان کنه. و خوشبختانه در کشور ما این شرایط فراهم شده که اگر مادری شرایطش رو داشته باشه ما این کار رو براش انجام بدیم. خلاصه ما مشاوره کردیم، با متخصص تیممون هم صحبت کردیم و اجازه زایمان ویبک بهشون دادیم. گفتیم فرصت بهت میدیم. فکر میکنید 10 آبان شد کی به دنیا اومد این بچه؟ نمیدونم به خدا. 6 آذر. یعنی 26 روز بعد. اینقدر متفاوت؟ دقیقاً. یعنی این بچه قرار بود 10 آبان از طریق سزارین متولد بشه ولی 6 آذر به دنیا. خب این بچه سرنوشتش چی میشه؟ خب 26 روز این بچه زودتر به دنیا قرار. بعد کامل شده؟ بچه وقتی که به دنیا. همون دیگه میگم، یعنی پس اون تاریخ چی میشه؟ دقیقاً همینا من میخوام عرض کنم خدمتتون که گفتم فقط خدا زمان ورود ما به این دنیا رو میدونه. زمان خروج خدا دقیق ترین تقویمه و زمان خروج ما. هیچ کدوم نمیدونیم که این قراره بریم. خب خدا دوست داشته این بچه 6 آذر به دنیا بیاد و خود اون بچه، ولی ما میایم مداخله میکنیم 10 آبان این بچه رو به دنیا میاریم. خانم واسمی توی این زایمان ها شده مثلا اتفاق ویژه‌ای هم بیفته؟ ما مثلا تو فیلم ها میدیدیم قدیم که تو مسیر مثلا یه خانواده‌ای دارن میارن و مادر احتیاج به بعض هم داره، یا مثلا توی قطار یا توی نمیدونم توی سفر، برای شما پیش اومده؟ بله چندین مورد داشتم، یعنی موارد خیلی زیاد که جان مادر دیگه در خطره و باید یه اتفاق ایجاد شد. بله بالاخره هم مادر هم بچه و خدا رو شکر من تونستم کمک بکنم. بله. مواردی که خانم درد زایمانش خیلی شدید شده به صورت ناگهانی و نمیتونسته تکون بخوره، حالا از پله ها بیاد پایین یا از خونه خارج بشه، خودم رو رسوندم بهش. حالا من مسیرم کوتاه بوده، نزدیک بودم، خودم رو رسوندم و چند مورد اتفاق افتاده که دیگه اورژانسی زایمان رو انجام دادم در منزل. که یکی از این موارد یه خانمی بودن که از هموطنهای عزیز سیستان بلوچستانی ما بودن در تهران، در یک کانکس زندگی میکردن، متاسفانه وضع مالی خوبی نداشتن و
خب به من ایشون معرفی شدن توسط یه مؤسسه خیریه. من 9 ماه بارداری کلن ویزیتاشون رو در کانکس انجام میدادم، کمک کردیم، یه خونه ای رو هم براشون اجاره کردیم، یعنی مامانه باردار خودم کمک کردن. واقعا من اینم بگم که به دعای مادرای باردار و شیرده به شدت اعتقاد دارم و همیشه هم تو تنگناهای زندگی دست منو گرفته دعاشون، و واقعا مشکلاتم به صورت معجزه‌واری حل میشه. خدا رو شکر میکنم که واقعا دارمشون. گفتی سیستان بلوچستان، یادم اومد که توی مواقعی که هموطنان عزیزمون تو کرمانشاه نیاز به کمک داشتن رفتید کرمانشاه؟ چرا؟ بله، اونجا هم من 3 روز رفتم برای خدمت رسانی برای هموطنان عزیزم. بله، مامایی من بودم، دندان پزشک بود تو تیممون، پزشک بود، پرستار بود، یعنی تمام کادر درمان بودن، حضور داشتن. من هم اونجا صدای قلب تو دلیای عزیز رو گوش میکردم که فکر کنیم تو اون شرایط زلزله و ناامیدی و در واقع مشکلاتی که وجود داشت انگار صدای زندگی بود و حس خیلی خوبی به امید ایجاد میکنه. امید ایجاد میکرد. و توی سوره اسراء تو آیه 33 خداوند میفرماید که و مکشید فرزندانتان را از بیم تنگ دستی. خیلی ما از روزی بچه‌مو میترسیم، میگیم که خب الان بیاد آینده‌اش چی میشه، اینجا خدا وعده داده به ما. بله. پیش اومده براتون که جلوی این کار رو بگیرید؟ بله، صدها مورد تو این 20 و اندی سال پیش اومده که با آرامشی که به اون پدر و مادر داده شده و توصیه‌هایی که بهشون کردیم، مشاوره‌هایی که بهشون دادیم، تصمیم گرفتن که اون بچه رو نگه دارن. اون بچه ها به دنیا اومدن، خیلی هاشون الان 10 سال 15 سالشونه. و وقتی که این تولد ایجاد میشه دیگه مادر پدر اون صدای نوزادشون رو میشنن و اون استشمام میکنن اون بوی خوش نوزاد رو، به نظر من پشیمان میشن از اون تصمیمی که خدا نکره گرفته بود. دقیقاً، و همشون بلا استثناء تشکر میکنن که ممنون که نذاشتی من این کار رو انجام بدم، و واقعا هم خیر و برکت تو زندگیشون جاری میشه و من واقعا اعتقاد قلبی دارم به این قضیه. باز یه آیه دیگه هست که میگه هر کس نفسی را نجات دهد انگار کل بشریت رو نجات داده. این هم به نظر من این که شما مانع سقط جنین بشی یه جور نجات نفسه. بله، امیرالمومنین میفرمایند که اگه به کسی رو حیات بهش بدی و کمکش کنی برای حیات، انگار همه عالم رو بهش حیات دادی. خیلی زیباست، درست همینطوریه. یه سوال کوچولو بپرسم، چند سال کار مامایی انجام میدید؟ بیش از 20 سال. نوزادی که به دنیا آوردید دیدیدش حالا؟ بله. که مثلا این بچه، این فرزند شده 7 8 ساله، 10 ساله. خانواده هست. چه لذتی داره؟ بی نهایت لذت بخش. حتی خانواده هستن که هر 3 فرزندشون رو من به دنیا آوردم. 3 فرزندشون با دستای من به دنیا آمده، هم برای خود من خیلی جذابه، هم برای خود اون مادر که در واقع این حس رو داره که هر 3 فرزندش با تیم ما به دنیا آمده و پشتیبان پدر مادرهاشون شدن خیلی هاشون، و این باعث افتخاره به نظر من. امیدوارم که لبخندهای زیاد و بیشمار رو انشالله ببینید از حالا به بعد هم، و اندکی تا بهار مونده. فالله خیر حافظا و او ارحم الراحمین. خدا بهترین نگهدارنده است، او مهربانترین مهربانان است. لبخند روزیتون، زندگیتون پرنور. قسم 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 به مردم، قسم به دیدن، قسم به خوش، قسم به مهربانی، قسم به خوشی، قسم به سرزنده.
قسم 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 به فرزند، قسم به فرزند، قسم به مهربانی، قسم به رنگ ها، قسم به لبخند، قسم به خورشید، قسم به مادر، قسم به جان پدر، قسم به فرزند، قسم به انسان، قسم به مردم، قسم به دیدن، قسم به خواندن، به جان قلب گنجشک ها قسم که پایان هر سختی آسانی است.